زد فولد 4 یکی از جدیدترین گوشی‌های تاشو سامسونگ که اخیراً هم خیلی بهش میناظر رسیده به استودیو کالاتیک. می‌خوایم بریم سراغ بررسیش ببینیم که با توجه به قابلیت‌ها و فرم فاکتوری که داره مخصوص چه دسته از کاربرهایی هستش. حتما تا انتهای این ویدیو همراه ما باشید تا ببینیم که آیا این گوشی موبایل تو رنج قیمت 1800 دلار مناسب شما هست یا نه. چهار نسبت به نسل قبلیش تغییر آنچنانی نکرده. یه سری تغییرات خیلی جزئی داشته که خب به بهبود تجربه کاربری داره کمک میکنه، مثل همین لولایی که دیگه به حالت کاملا تخت در اومده و بهبودی که تو عملکرد این لولا به وجود آوردن. تو مراسم رونمایی هم ما بهش اشاره کردیم و خودشون هم اذعان داشتن که عملکرد این لولا خیلی خیلی بهتر شده. ولی خب باز کردن این لولا یه جورایی با دو دست فقط مقدور هستش که بعد با فشار زیادی هم این کار انجام بشه و با یک دست شما عملا نمیتونید خیلی راحت این صفحه نمایش رو باز بکنید و به حالت تخت در بیارید. همونجور که میبینید روی بدنه سمت راستش دکمه پاور قرار داده شده و دکمه کم و زیاد کردن ولوم. در قسمت بالایی چند تا میکروفون قرار داده شده و یه اسپیکر و در کنار در حاشیه سمت چپ گوشی خشاب سیم کارت قرار داده شده و در حاشیه پایینی گوشی پورت شارژ تایپ سی، یک میکروفون و یک اسپیکر دیگه قرار داده شده. فولد 4 از گواهی IPX8 بهره میبره، در برابر آب کاملا مقاومه اما در برابر گرد و غبار نه. اگر که اهل سفر هستید، کویر، کنار دریا میرید، حواستون باشه که شن و ماسه به داخل گوشی نفوذ نکنه. قبل از اینکه وارد قسمت صفحه نمایش بشم ازتون میخوام که این ویدیو رو لایک بکنید، اگر از طریق یوتیوب نگاه میکنید حتما سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش هم بزنید که از منتشر شدن ویدیوهای ما مطلع بشید. اگر هم که از طریق اینستاگرام دارید این ویدیو رو نگاه میکنید، برامون تو کامنت ها نظرتون رو بنویسید و حتما این ویدیو رو برای دوستانتون هم به اشتراک بذارید. زد فولد 4 از دو تا صفحه نمایش داینامیک AMOLED سال 20 هرتز بهره میبره. صفحه نمایش اولیه‌اش 6.2 اینچ هست و صفحه نمایش ثانویه‌اش 7.6 اینچ هستش که از تکنولوژی HDR10 Plus هم بهره میبره. چیزی که توی بررسی‌ها حاصل شده، درخشندگی جفت صفحه نمایش این گوشی به عدد 1200 نیت نزدیک میشه. پس با توجه به این سطح از درخشندگی شما میتونید به راحتی زیر نور مستقیم خورشید از این گوشی استفاده بکنید و چه توی استفاده های روزمره، چه توی خوندن متن ها، دیدن عکس و ویدیوها هیچ مشکلی برای شما به وجود نخواهد اومد. و اگر که شما اهل گوشی های تاشو نباشید، شاید این خط تایی که وسط صفحه نمایش این گوشی هستش تو نگاه اول یکم تو ذوقتون بزنه، اما تو استفاده های بیشتر مثل دیدن ویدیو و بازی کردن اصلا حسش نمی کنین و یه تجربه خیلی خوبی براتون به وجود خواهد اومد. همچنین یه دوربین سلفی زیر صفحه نمایش این گوشی به کار رفته که خیلی تلاش کردن که کاملا زیر صفحه نمایش مخفی باشه، اما موقعی که شما از یه زاویه های خاصی به صفحه نمایش نگاه بکنید کاملا این دوربین سلفی مشخص هستش. یکی از قابلیت‌های خیلی ویژه‌ای که در رابطه با صفحه نمایش این گوشی باید بهتون بگم اینه که با فعال کردن گزینه آی کامفورت شما میتونید که به راحتی این گوشی رو تبدیل به یک کتابخوان بکنید و با توجه به سایزی که صفحه نمایش ثانویه‌اش داره در حد و اندازه یک تبلت هسته، شما میتونید که کتاب‌هاتون رو به صورت پی دی اف یا به صورت آنلاین داخل این گوشی بخونید و هیچ آسیب و فشاری به چشمتون وارد نمیشه. میرسیم به قسمت مهم این گوشی، یعنی رابط کاربریش و همچنین سیستم عاملش. این گوشی از سیستم عامل اندروید 12L بهره میبره که خب یه سری ویژگی‌های خوبی رو به این گوشی اضافه کرده، مثل همین تسکیل
دیسک باری که این زیر قرار داره و شما رو به راحتی میتونید به قسمت‌های مختلف این گوشی و اپلیکیشن‌های مختلفی که مد نظر خودتون هستش دسترسی پیدا بکنید. همچنین تو این تاسک بار به عنوان مثال شما میتونید دو تا اپلیکیشن رو به صورت همزمان در کنار همدیگه داشته باشید روی گوشی‌های تاشو. این پک نرم افزار رو به عنوان یکی از دلخواهاتون داخل تسک بارتون قرار بدید تا هر موقع که نیاز داشتید این دو تا اپلیکیشن در کنار هم دیگه باز بشن از داخل تسک بار انتخابشون کنید. رابط کاربری این گوشی وان یو آی ورژن 4.1.1 هستش که یه دنیایی از امکانات رو به شما میده. این امکانات شامل قابلیت‌های مولتی تاسکینگه که قابلیت‌های مولتی تاسکینگ برای بعضی از کاربرها خب اصلاً توجیه نداره، اونها از این قابلیت اصلاً استفاده نمی‌کنن یا اصلاً به کارشون نمیاد که بخوان استفاده بکنن، اما خیلی از کاربرها علاقه به این دارن که بتونن چند تا کار رو همزمان با همدیگه انجام بدن یا از چند تا اپلیکیشن به صورت موازی بتونن استفاده کنن. به عنوان مثال برای خودم خیلی طالب پیش اومده که داشتم توی دوره شرکت می‌کردم، به عنوان مثال داشتم با یه پلیری محتوای دوره رو نگاه می‌کردم و دوست داشتم که یه قسمت دیگه بتونم یه نوتی رو باز بکنم و توش نکاتی که از اون محتوا دارم می‌بینم و توش یادداشت بکنم، که خب این قابلیتی که داخل این گوشی قرار داده شده و به راحتی میتونم این کار رو انجام بدم. همچنین میتونیم مثلا در این حال هم اینستاگراممون رو چک بکنیم، هم تلگراممون رو چک بکنیم و خب مثلا یک ویدیویی هم داخل یوتیوب ببینیم و این قابلیت مولتی تاسکینگ داخل این گوشی قرار داده شده، یک قابلیت خیلی باحالی هستش. یک سری قابلیت دیگه هم داخل این گوشی قرار داده شده، شما اگر که داخل سیتینگ این گوشی برید تو قسمت‌های مختلف به عنوان مثال وارد قسمت دیسپلی بشید و گزینه فول اسکرین اپ رو اگر که انتخاب بکنید، اینجا میتونید که خودتون به دلخواه خودتون انتخاب بکنید که کدوم از این اپلیکیشن ها موقع اجرا به صورت فول اسکرین در بیاد و حتی خودتون میتونید انتخاب بکنید کدومشون به نسبت 16:9 و کدومشون به نسبت 4:3 براتون به نمایش در بیان. همین قسمت دیسپلی یه گزینه وجود داره به اسم Continue Apps on Cover Screen. این گزینه کی به کارتون میاد؟ موقعی که به عنوان مثال شما در حال استفاده از نرم افزار کروم توی اسکرین ثانویتون هستید و تصمیم میگیرید که اسکرین رو ببندید، بلافاصله شما میتونید ادامه همون فعالیت رو اون نرم افزار رو توی اسکرین اولیتون هم ادامه بدید. تو پکیج دوربین زد فولد 4 سنسور اصلیش یه لنز 50 مگاپیکسلی f1.8 وایده و یه لنز 10 مگاپیکسلی اولترا واید f2.2 که در کنار اینها یه لنز تله 10 مگاپیکسلی f2.4 هم قرار داده شده. دوربین های سلفی یه دونه زیر صفحه نمایش ثانویه‌شه که 4 مگاپیکسلیه و یه دونه هم روی صفحه نمایش اولیه‌اش قرار داده شده که از سنسور 10 مگاپیکسلی بهره میبره. کیفیت هاش رو الان میخوایم با هم دیگه بریم دونه دونه بررسی بکنه و ببینیم که کیفیت لنز هاش به چه صورتیه. اول میخوام دوربین سلفی زیر صفحه نمایشگر رو توی ویدیو بررسی بکنیم. همینطور که دارید میبینید این الان مود فیلم برداری دوربین 4 مگاپیکسلی سلفی زیر صفحه نمایش ثانویه زد فولد 4. رنگ ها اصلا خوب نیستند و همچنین داینامیک رنج خیلی پایینی رو هم داریم تجربه میکنیم. الان من این ویدیو رو هم قطع بکنم و یه عکس از خودم تو همین وضع بگیرم که این رو هم بتونیم داخل ویدیو قرار بدیم و الان میخواییم بریم سراغ کیفیت دوربین سلفی زیر صفحه نمایشگر اولیه تو حالت ویدیو. الان این ویدیو داره با دوربین سلفی صفحه نمایشگر اولیه داره ضبط میشه و خب همونطور که میبینیم رنگ ها خیلی اوکی ترن، رنگ های شارپ تری رو داریم، تفکیک رنگ ها خیلی خوب الان صورت گرفته و همچنین داینامیک رنج بالایی رو داریم تجربه میکنیم. من یه فریم عکسم با این دوربین بگیرم که داخل ویدیو قرار بگیره.
همونطور که دیدید کیفیت فیلمبرداری و عکاسی دوربین سلفی زیر صفحه نمایشگر ثانویه ما رو کاملا ناامید کرد و خب انتظار زیادی هم نسبت به یه سنسور 4 مگاپیکسلی نمیشه داشت، اما کیفیت دوربین سلفی نمایشگر اولیه، همون اسکرین اولیه، خیلی خوب بود، اوکی بود و ما تونستیم که برای عکاسی و فیلمبرداری کیفیت مطلوبی رو ازش بگیریم. میریم سراغ بررسی کیفیت دوربین اصلی موقع فیلمبرداری و عکاسی. یه گزینه‌ای تو مود کامرای این گوشی قرار داده شده، شما موقعی که می‌خواید از دوربین اصلی استفاده بکنید به راحتی میتونید تصویر رو تو اسکرین اولتون داشته باشید. الان این ویدیویی که داریم ضبط می‌کنیم با دوربین اصلی داره ضبط میشه و حالا کیفیت تصویر واقعا خوبه، در حد گوشی S22 پلاس هستش کوالیتی که داریم ازش میگیریم. رنگ ها به صورت خیلی خوبی تفکیک شدن از هم دیگه، شارپنس جذابی هم داره. این از مود فیلم برداریش و تو مود عکاسی هم یه عکس از اینجا خب همونطور که الان خودتون دارید تو تصویرها میبینید کیفیت دوربین اصلی بالاتر هست، شارپنس بالاتری داره و رنگ ها به صورت واقعی تر نمایش داده شده. زد فولد 4 از تراشه اسنپ دراگون 8 پلاس جنریشن 1 بهره میبره، تراشه‌ای که توی بنچمارک ها عملکرد فوق‌العاده‌ای از خودش به جا گذاشته. ردپای این تراشه توی این گوشی دو جا برای ما خیلی ملموسه. کجاها؟ در کنار 12 گیگرم اجرایی که توی این گوشی به کار رفته، ما موقعی که به حالت مولتی تاسک داریم اپلیکیشن های مختلفی رو موازی با هم دیگه اجرا می‌کنیم و اونها رو توی های پرفورمنس خودشون هم داریم اجرا می‌کنیم، هیچ افت کیفیتی رو توی عملکرد اپلیکیشن ها نخواهیم دید و خب این خیلی فوق العاده است و همش رو مدیون همین تراشه اسنپ دراگون 8 پلاس جنریشن 1 هستیم. و دومین جایی که برامون خیلی حضور این تراشه توی این گوشی ملموس میشه، جایی هستش که ظرفیت باتری این گوشی نسبت به نسل قبلیش تغییری نداشته، اما عملکرد باتری و طول عمر باتری و شارژ دهیش خیلی خیلی بهینه شده. ما به راحتی میتونیم از این گوشی موقعی که فول شارژ شده با نرخ تازه سازی داینامیک و همچنین نور صفحه نمایش اتوماتیک تا 10 الی 12 ساعت استفاده بکنیم و برای ما شارژ دهی خواهد داشت. شما میتونید به راحتی باتری 4400 میلی آمپر ساعتی این گوشی رو بعد از فول شارژ شدن در حالتی که نرخ تازه سازیش به حالت داینامیک باشه و همچنین نور صفحه نمایشش هم درخشندگیش به حالت اتوماتیک باشه، توی کاربری های روزمره و ساده 10 الی 12 ساعت ازش انتظار شارژ دهی داشته باشید. این گوشی قابلیت فست شارژ 25 وات رو هم داره، همچنین شما میتونید از وایلس شارژ 15 واتی همون رو شارژ بکنید و قابلیت ریورس وایلس شارژ 4.5 واتی هم داخل این گوشی قرار داده شده. تو بخش امنیت این گوشی حسگر اصلا انگشتی که روی دکمه پاور قرار داده شده عملکرد فوق‌العاده خوبی داره، به محض اینکه انگشتتون روی دکمه پاور قرار بگیره قفل صفحه نمایش براتون به راحتی باز میشه. همچنین حسگر دو بعدی چهره‌ای که روی این گوشم قرار گرفته عملکرد فوق‌العاده مناسبی داره. من هم این حسگر رو روی دوربین صفحه نمایش دوربین سلفی صفحه نمایش اول تست کردم و هم روی دوربین زیر صفحه نمایشگر دوم. عملکرد دوربین صفحه نمایشگر اول بهتره. بعضی وقتها دوربینی که زیر صفحه نمایش دوم قرار گرفته عملکرد ضعیفی رو از خودش نشون میده و نمیتونه که چهره رو به خوبی شناسایی بکنه و قفل صفحه نمایش رو باز بکنه. اینم از قسمت امنیت. میخوایم بریم سراغ جمع‌بندی و ببینیم که این گوشی با این قیمتی که داره مناسب چه نوع کاربرهایی هستش. همین ابتدای صحبتم در رابطه با جمع‌بندی بهتون بگم که اگر شما دنبال گوشی ساده هستید یا دنبال یه گوشی هستید که صرفاً بخواید استفاده های روزمرتون رو باهاش انجام بدید، به دنبال خرید گوشی های تاشو نباشید. گوشی های تاشو معمولاً برای اون دسته از کاربرهایی هستش که یک، دنبال تجربه های جدید هستن و میخوان که یه محصولی جدیدی رو با یک سری امکانات و قابلیت های جدید تجربه بکنن. همونجوری که قبلتر بهتون گفتم روی این گوشی اندروید 12L و رابطه کاربری
آنریوهای 4.1.1 قرار گرفته که یک سری ویژگی های خیلی جدیدی روش قرار داده شده که فقط مخصوص گوشی های مثلا تاشو با صفحه نمایش بزرگ هستن. خب اگر هم که شما کاربری هستید که قصد انجام یا براتون اصلا اهمیت نداره که بخواید چندین تا اپلیکیشن رو موازی با همدیگه اجرا بکنید، باز هم گزینه مناسبی نیستش که بخواید سراغ زد فولد یا گوشی زد فیلیپ یا اصلا انواع گوشی های تاشو برندهای مختلف باشید. به نظر من تغییراتی که روی زد فولد 4 نسبت به نسل قبلی خودش یعنی زد فولد 3 صورت گرفته آنچنان ویژگی ها و تغییرات ملموس و محسوسی نیستش که ارزش اینو داشته باشه. اگر شما کاربر زد فولد 3 باشید خودتون رو ارتقا بدید به زد فولد 4. به نظرم منتظر بمونید تا ببینید که نسل بعدی گوشی های تاشو سامسونگ به چه سمت و سوی میرن تا بتونید یه انتخاب عالی داشته باشید. ممنون از اینکه تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید. حتما نظرتون رو برامون در رابطه با این گوشی توی کامنت ها بنویسید. لایک فراموش نشه، ویدیو رو برای دوستانتونم ارسال بکنید. دمتون گرم. بریم آب نادر. همونجور که میبینید روی بدنه سطح راست گوشی تنها چیزی هم که از بخش صفحه نمایش که بخوایم بگذریم میخوایم وارد زد فولد 4 از دو تا صفحه نمایش به سایز 6.2 اینچ و 7.6 اینچی بهره میبره. به بعضی از زوایا که شما به صفحه نمایش نگاه میکنید خیلی به صورت واضح نمایش داده میشه. آره آره دل تنگم باب با لا 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 لا. و همچنین تکنولوژی HDR 10 پلاس هم توشون به کار رفته و اصلا خیلی متوجه این رد تو استفاده شما به راحتی میشتونید که یه کتاب خان تبدیلش بکنید. میشونید که صفحه نمایشتون رو ببندید و این قابلیت به شما اجازه میده که ادامه همون فعالیت رو این گزینه بهتون این قابلیت رو میده که بلا فاصله همون نرم افزار توه نرم افزار زد فولد دو روی دونه 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 چرا دستم نمی کنه؟ چی شد اصلا؟ زد فولد 4 از نورازینیوی شد تو دو جا خیلی بولد هستش و برامون ملموسه. اولین جا اونجاییه که